سلام و درود دارم به شما همه هموطنان عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که در خدمتتون هستم با وقایع تأسف آوری که تو این روزها شاهدش هستیم. یک بار دیگه ایران عزادار شده. 4 تا جوون رو کشتن، 4000 خانواده رو باز دوباره به یک عزا نشوندن. یک کردستان، یک ایران، همه دارن گریه میکنن. این دلنگرانی ها، این بیخوابی ها، این زجه زدن و شیون ها گریبان همه ما ایرانی ها رو گرفته. هیچ تفاوت نمیکنه ما کردیم، بلوچیم، ترکیم، ترکمنیم، عربیم. هیچ تفاوت نمیکنه ما مسلمان شیعه هستیم یا سنی هستیم، یهودی هستیم، مسیحی هستیم، بهایی هستیم یا زرتشتی هستیم. همه گریه میکنن، همه در داخل و خارج از ایران. باز هم تفاوتی نمیکنه. نگاه کنید به این یک دقیقه تصویری که میبینید، ببینید با کجا قرار گرفت. می‌بینیم به هر حال مردم چی کار دارن میکنن. آدم باید که این تجربه تلخ رو آزمایش کرده باشه، تجربه کرده باشه تا به اون درد رو بفهمه. اون دردی که امروز گریبان همه رو گرفته، اون دردی که امروز کردستان رو به اعتصاب واداشته، اون دردی که همه ما رو دچار این بیخوابی ها و زجر و شیون کرده. ولی باید ادامه داشته باشه. این دسته های گل، این جمعیت در مقابل رژیم ایستادنه. ایستادند و میگن که ما نمیگذاریم به این ترتیب بگذاریم. همه ما میدونیم که داره یک اتفاقاتی میفته. ولی هیچ کدوم نمیدونیم چه اتفاقی. دلیلش هم خیلی روشنه. از این اخباری که پخش میشه، من بارها و بارها اشاره کردم به این قضیه، شاید ما 90-95 درصدش رو هم نمیدونیم. نمیدونیم این خبری که داده میشه پشتش چیه، ولی میدونیم که همه در انتظار یک اتفاقی هستن، یک اتفاقی که تغییر به وجود میاره، تحول به وجود میاره و امیدوار هستن که این تغییر و تحول به نفع مردم ایران باشه. شاید قسمتی از سپاه بدونه، شاید کشورهایی که مثل امریکا و اسرائیل و بعضی کشورهای منطقه بدونن. این 3 تا سرباز امریکایی که خط قرمز امریکاست کشته شده. به چه شکل کشته شده؟ با حوثی‌های یمن، با دستور مستقیم جمهوری اسلامی، با نگاه به گوشه‌ای از سپاه، با نگاه به یک آینده‌ای که میتونه خیلی روشن نباشه. همه اینها وقتی که کنار هم قرار میگیره ما رو در یک نگرانی به سر میبنده دوچار میکنه. این نگرانی که میتونه آینده تاریکی رو برای ما رقم بزنه. و
ولی چی کار میتونیم بکنیم؟ ببینید این نظامی که 44 سال روی کار بوده، اگر بزرگان ما اون زمان میدونستن به جای جشن و پایکوبی بهمن 57 فقط باید عزاداری میکردن، امروز اکثریت قریب به اتفاقشون نیستن. ولی واقعیت تلخش به عنوان یک ارثیه برای ما باقی مونده. جمهوری اسلامی امروز دچار یک مشکل اساسی است. مردم ایران در داخل ایران، در اقصا نقاط ایران، در نقاط مختلف ایران ایستادند، مبارزه دارن میکنن، جونشون رو کف دستشون گرفتن، فقط و فقط به خاطر اینکه از این بی‌هویتی و این حقارت نجات پیدا بکنن. ما هم در خارج از ایران یک سری مسئولیت و وظیفه داریم. این وظیفه و مسئولیت ما چیه؟ تا کجا قراره که به دنبال همین روند 44 ساله باز هم ادامه بدیم؟ آیا فکر نمی کنید که در نبود یک آلترناتیو که مورد اعتماد مردم ایران باشه، میتونه سپاه به عنوان یک کودتای نظامی جایگزین این آلترناتیو بشه، یک دوره دیگری از جمهوری اسلامی، شاید با نامی دیگر و حتما با روشی دیگر، به انجام برسه؟ من 17-18 سال پیش، زمانی که آقای خاتمی آمده بودن که مردم رو، میگفتن مردم رو، ولی آمده بودن که نظام رو نجات بدن، و در اون زمان موفق هم شدن که با فریبکاری و با لبخند بیان و جلوی هر تحولی رو بگیرن، یک مطلبی رو نوشته بودم که امروز باز دوباره بهش برگشتم. مطلب این بود که یک روز صبح ما از خواب بیدار میشیم، میبینیم که 5 تا سردار سرلشکر جلوی دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی ایستادند، در 12 تا جنازه آخوند هم کنارشون رو زمین افتاده و میگن که تمام مسائل و مشکلات ایران در دست همینها بوده و از این به بعد حکومت نظامی است و باید رعایت حکومت نظامی انجام بشه و با سرنیزه و تانک و زرهپوش میان تو خیابون. یادم هست وقتی که قطب‌زاده رو میخواستن اعدام بکنن، یه چند هفته قبلش که به همین دلیل کودتاش ناکام موند، میگفت 1000 کیلو بمب رو جماران میریزم و نمیذارم کوچکترین گزندی به امام وارد بشه، منظور خمینی اون زمانه. امام رو در یک قفس طلایی میشونم، هر کاری خواستم بکنم میگم امام فرمودن. این خاطره رو من چندین و چند بار گفتم. آیا منتظر همین باید باشیم؟ یا اینکه فکر بکنیم که ما به هر حال شایستگیمون، لیاقتمون، تاریخمون، زندگیمون، این مجموعه بزرگ سرمایه انسانیمون، این ثروت زیرزمینیمون، همه اینها ایجاب میکنه که بیایم و بیستیم پای این قضیه. اجازه بدید یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. خیلی سال پیش وقتی که مسئله افغانستان مطرح شد، لوی جرگه افغانستان تشکیل شد، البته به دستور امریکا. سالها بر اون میگذره ولی لوی جرگه گهگاه تشکیل میشه. بیاین برای یک بار هم که شده با همه ادعاهایی که داریم، تاریخ نمیدونم چند هزار ساله داریم، نمیدونم
کوروش داریم، داریوش داریم، تمدن فرهنگ داریم که داریم. واقعیت اینه که همه اینها رو داریم. واقعیت اینه که اگر که برگردیم به تاریخمون، اگر نگیم ما اولین امپراتوری جهان بودیم به گفته هگل، حداقل یکی از دو امپراتوری های دنیای باستان بودیم. بیاییم به اون اعتبار خودمون رو دریابیم. بیاییم ببینیم که حالا که توی ایران این مبارزه، این استقامت، این شجاعت وجود داره، اونا جونشون رو کف دستشون گرفتن، بیاییم ما هم برای حمایت از اونها حرکتی رو از طرف خودمون انجام بدیم. لوی جرگه معنی داره، هیچ عیبی نداره مال افغانها بوده. ما همیشه یاد بگیریم، یاد بگیریم که حداقل کار خوبی بوده، کار درستی بوده. نمایندگان یک ملت، یک مردمی که زیر فشار قرار گرفتن کنار همدیگه نشستن و به سرنوشت و آینده خودشون فکر کردن. درسته به این بدبختی امروز دچار شدن با سیاست های 100% غلط امریکا. ببین ما که مدعی هستیم که ما خیلی بیشتر میدونیم، ما که مدعی هستیم که ما نقش آفرین در جهان هستیم، ما که مدعی هستیم همه چی از در محور ایران میگرده، بیاین همین کار ما بکنیم. بیاین ببینیم که آیا بعد از 44 سال میتونیم بنشینیم و محورهایی که مورد اعتماد مردم قرار بگیره مسائل خودمون رو مطرح بکنیم در اختیار مردم ایران در مرحله اول و به دیدگاه بین‌المللی بگذاریم. بیاییم ببینیم که درست در سه نکته میتونیم که برای دموکراسی، برای عدم تمرکز، برای سکولاریسم دور هم بنشینیم. میتونیم با هم بنشینیم که قبول بکنیم دموکراسی خوبه، عدم تمرکز حتما تجزیه طلبی نیست و سکولاریسم همون چیزیه که 44 سال این بلا رو سر ما آورده و باید سکولاریسم درمانش بشه. من فکر کنم ما میتونیم اگر که این تلویزیون هایی که وجود دارن که به قول خودشون بیننده میلیونی دارن ولی اعتماد مردم رو ندارن، این کمک رو بکنن. من مطمئن هستم ما میتونیم. بازم دارم میگم در یک محور دموکراسی، عدم تمرکز و سکولاریسم دور هم بشینیم، رئیس هم دیگه نباشیم ولی همدیگر حمایت بکنیم و این حمایت اصلی رو روی مردم ایران ببریم. مطمئن هستم میشه. یه کمی فکر کنیم. سپاسگزارم.